تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه، من هم آیه توضیح میدم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 22 سوره احزاب و الان آیه 67 هستیم، بشنوید. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. مجرمین در قیامت میگن خدایا ما سران و بزرگانمون رو اطاعت کردیم، به این روزگار سیاه افتادیم، خدایا اینها ما رو از راه به در بردن. انا اطعنا سادتنا، سادتنا ساد جمع سید معنی رؤسا و سران یک جامعه است، کبرا جمع کبیر معنی بزرگان سنی و ریسفیدا اطلاق میشه و معمولا هم این دوتا گروه نقش مهمی در آداب و رسوم دارن. خدایا ریسفیدا و بزرگا ما دوبال اینا رفتیم، زنده باد مرده باد اینا رفتیم، مقب اینا رفتیم، به این روزه رفتیم. ربنا خدایا، افرادی که در دنیای یه عمری ربنا نگفتن حالا اونجا میگن ربنا. مجرمین اشتباهات خودشون رو میخوان توجیه کنن، میگن آقا ما مقصر نبودیم، اونا منکر کردن و دنباله میکردن که گناه گردن دیگران بندازن و میگن تقلید کورکورانه از پدران و بزرگان جامعه رفتیم، الان باعث پشیمونی شده. این که میگه ازلون از سبیلا ما رو منحرف کردن، پیداست اینا یه اقرار میکنن، یعنی مجرمین گرچه میگن تخته بزرگ هست ولی انحراف خودشون میگن فاولونا، اونها ما رو گمراه کردن، به زلالت و گمراهی اعتراف دارن. خدایا ما که تو جهنم هستیم به خاطر اینکه ما که جهنم شدیم به خاطر اینکه زنده باد مرده باد به اونها گفتیم، اونها ما رو کج کردن. حالا آیه 68 بشنوید. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. خدایا عذاب اونها رو دو چندان بده، عذابشون رو دوبله کن، دو برابر کن. ولعنهم لعنا كبيرا، لعنت بزرگ نثار اونها کن، لعنت بزرگ. عرض کنم که تنها دعایی که مستجاب میشه از جهنمی ها همینه، چون میگن خدایا عذاب رهبران رو دو برابر کن، ادعا مستجاب میشه، چون در قرآن میگه لکلن زفان، عذابشون دو برابره، منتها خدا میگه عذاب شما گدام دو برابره. عذاب بزرگا دو برابره، چون هم کج رفتن هم یه مشت کج بردن، هم کج رفتن هم کج کردن دیگر، عذاب این دو برابر. گدا عذابشون دو برابر، اونا چرا؟ چون اونا هم کج رفتن هم چون کج رویشون به دنباله دعوت اونا بود اونها زور پیدا کردن، اگر نخ عقب سوزن نمیرفت سوزن تو پارچه شیرجه نمیرفت، یه شیرجه که سوزن تو پارچه میره چون نخ دون بشه، اگر شما عقب اونه میرفتید او اقدر زور پیدا نمیکرد. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش گفت اگر شما شیعه ها تو دربار منصور دورش نمیشدید منصور دوانقی ما رو خونه نشین نمیکرد، اگر مسلمان ها بله قربانگوی یزید نبودن امام حسین شهید نمیشد. پس طبقه مستضعف میگن خدا یا این بزرگان را دو برابر عذاب بده، خدا میگه لکلن ضعفان، شما همه تون دو برابرید، بزرگان دو برابرن چون هم کج رفتن هم کج کردن دیگران را، طبقه فقیر و مستضعف عذابشو دو برابره، چون هم کج رفتن هم چون عقب اونها بودن اونها زور پیدا کردن، زور اون دونه درشتا به خاطر اینکه شما دنبالش بودید. تنها دعایی که مستجاب میشه همینه. لعن کبیر چیه؟ ولعنهم لعنا کبیرا، لعن کبیر نظیر این آیه 361 که سوره بقره اکرم فرماد که لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، لعنت خدا، لعنت فرشته، لعنت همه مردم، این لعن کبیره، شاید ای باشه. خب بریم آیه 69 بشنوید. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
ای کسانی که ایمان آوردید، شما نباشید مثل کسانی که موسی را آزار دادن. چون چند تا آیه قبل، آیه 57، ما الان 69 هستیم، 57 هفتش تا آیه قبل آیه داشتیم که عده پیغمبر اذیت میکردن، ان الذين يؤذون الله ورسوله، افرادی پیغمبر را اذیت میکردن. این آیه میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، شما مثل اونهایی نباشید که حضرت موسی را اذیت میکردن، نسبت ناروا بهش میدادن. حالا فبرأه الله یه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا، ای مؤمنین تو نباشید، یعنی ایمان نشونه داره، ایمان شرایطی داره، کسی که ایمان داره که نباید پیغمبر اذیت کنه. بعد یه نمونه عملی گفته عده موسی را اذیت می‌کردن، اما خدا یعنی شما بدونید که این تهمت‌ها بی اثره، چون فبرأه الله، خدا تبرئه می‌کنه. تهمت زدن به موسی، ولی خدا حضرت موسی را پاک دامنش رو ثابت کرد، نه فقط تبرئه کرد از عیب، از وجهم بشتاد و کان عند الله وجیها، یعنی تبرئه مردان خدا کافی نیست که اینا از تهمت تبرئه شن، باید از اونها تجلیل هم بشه. هم فبرأه الله، هم از دریوری مردم اینها رو تبرئه کرد، هم و کان عند الله وجیها، چون رهبر اگر وجاهت و آبرو داشته باشه حرفش نفوذ میکنه، وجاهت شرط تأثیرگذاری است در تبلیغ. کسی رو که بره مسئولیتی میفرستید باید حمایتش بکنید. خداوند حضرت موسی رو بره رسالت فرستاده، حالا اگر مردم اذیتش کردن، بهش نسبت ناروا دادن، خدا باید از فرستاده خودش حمایت کنه. در مدیریت اگر کسی رو بره کاری مسئولیت میدید، باید او رو حمایت کنید، حمایتای به حق البته. خب این آیه هم تمام، بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.